اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف هشتم، توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان. 8. اصل 21 نیز حقوق زن را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید. به طور خلاصه میتوان گفت که روش‌های اصلی دستیابی به هدف 8 عبارتند از ترویج رشد اقتصاد پایدار، بهبود بهره‌وری منابع در تولید و مصرف، اشتغال کامل و کارآمد و کار مناسب برای همه، ریشه‌کن کردن کار و قاچاق اجباری و کودک، حفاظت از حقوق کارگران از جمله کارگران مهاجر و در نهایت افزایش دسترسی به خدمات مالی. اینک مناسب است تا بند 5 از هدف 8 را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داده و به وضعیت آن در ایران بپردازیم. دستیابی به اشتغال شرافتمندانه، کامل و سودآور برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان، و همچنین تحقق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. سالیان سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ بر عهده دارند و توانستند در دنیای شغل و فعالیت با تأثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند. هرچند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب‌تر مانده و شرایط برابری با مردان ندارد. دستمزد. زنان نه تنها از محدودیت‌های فضای کاری رنج می‌برند، بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری‌های شغلی چون دریافت دستمزد پایین‌تر بودند و همین امر با گذشت زمان به رویه عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیل کرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند. موضوعی که در عین حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود.
از طرف دیگر عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می شود. البته می توان از نگاه دیگری به این موضوع نیز نگاه کرد، موضوعی که در کارگران و قشر متوسط جامعه بیشتر وجود دارد. دستمزد. زنان نه تنها از محدودیت‌های فضای کاری رنج می‌برند، بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری‌های شغلی چون دریافت دستمزد پایین‌تر بودند و همین امر با گذشت زمان به رویه عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیل کرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی می کند. موضوعی که در عین حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می شود. از طرف دیگر، عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می شود. البته می توان از نگاه دیگری به این موضوع نیز نگاه کرد، موضوعی که در کارگران و قشر متوسط جامعه بیشتر وجود دارد. زنانی هستند که پا به پای مردان در کارخانه ها، کارگاه ها و شرکت های مختلف کار می کنند. در صورتی که میزان درآمد آنها با همان مردانی که در کنارشان کار می کنند یک اندازه نیست. بسیاری از این زنان سرپرست خانواده هستند و متاسفانه باید با درصد قابل توجهی دستمزدی کمتر یک تن خانواده را بچرخانند. در کنار آن به وظایف مادری خود نیز برسند. دستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان است. این تفاوت تبعیض‌آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارند. در بخش دولتی بخش هایی از دستمزد مثل حق عائله مندی، اضافه کاری، حق مأموریت و غیره برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان است. بزرگترین سایت استخدامی ایران اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور را در مرداد ماه سال جاری منتشر کرد. این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهیانه 29,000 نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن 92 بوده است و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده است. همچنین تأثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلی ارزیابی شده است. از مهمترین نتایج به دست آمده پایین بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است. آمارها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان به طور میانگین 23% حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است. سمت باید این موضوع را نیز در نظر گرفت
که زنان با وجود تمام تلاش هایی که برای کسب مدارج بالا می کنند، همیشه افرادی هستند که ضد این موضوع و برای عدم موفقیت زنان تلاش می کنند. بسیاری از مردانی که به مناصب بالا رسیده اند یا با یک زن در یک درجه به رقابت می پردازند، در نهایت به مدارج بالا می رسند و این زنان هستند که در بیشتر موارد در همان جایگاهی که هستند باقی می مانند و هرگز به بالاترین مقامی که می توانند و لیاقت آن را دارند نمی رسند. 12. بیکاری. بسیاری از زنان در سراسر دنیا با قوانینی خاص روبرو بوده یا هستند که البته سهم زنان در ایران نیز در این موضوع کم نیست. در بسیاری از موارد زنان با مجموعی از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه در بیشتر مواقع معاششان را نیز محدود می کند و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی در زندگی آنها می شود. با وجود این که زنان بیش از 50% از فارغ التحصیلان دانشگاه ها را تشکیل می دهند، همچنین با توجه به تغییر و تحولات بسیاری که در فرهنگ و جامعه رخ داده، هنوز هم نرخ شرکت آنها در نیروهای کار بسیار اندک است. بسیاری از زنان ایران با وجود تلاش های روزمرهشان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شدند. آنها اکثریت شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاه ها هستند. اما با وجود این، هنگامی که زنان به بازار کار وارد می شوند یا برای ارتقای رتبه در محیط کار خود تلاش می کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر می شود. میزان بیکاری در میان زنان در حدود 2 برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر 3 زن دارای مدرک کارشناسی 1 نفر بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالاست، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار بسیار کمتر است. زنان و قوانین کار. طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تأکید بر ارزش کار زن، هر نوع نگرش منفی بر کارایی پایین زنان را رد کرد. اما زنان از برخی از مشاغل رنگین که صرفاً مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می شود، قانوناً محروم شده اند. همچنین ماده 75 قانون کار مقرر می دارد که انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. 14. البته دلیل این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه داشتن بازده کار جستجو کرد، نه محروم و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل. چه انجام کارهای سخت و زیان‌آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هرچند از لحاظ نیروی دماغی در سطح مساوی با مردانند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف‌تر از آنها هستند، زیرا حد اکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود 20 کیلوگرم است. حمل بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین 10 هفته پس از زایمان ممنوع است. منظور از کار سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی یا جسمی و روانی در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. فرست کارهای سخت و زیان‌آور با پیشنهاد شورای عالی کار
و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود. همچنین طبق ماده 77 قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر دستمزد باید او را به کار مناسبتر و سبکتری ارجاع دهد. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 9 ماه است. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود. به هر روی، قانونگذار حداقل حمایت‌هایی را از زنان شاغل در نظر داشته است. هرچند بسیاری از زنان بعد از مرخصی زایمان امکان بازگشت به محل کار قبلی خود را ندارند و به محض بازگشت با نیروی جایگزین خود مواجه هستند. برخی هم هنگام بازگشت به کار سمت و موقعیت قبلی خود را از دست دادند. بنابراین قوانین حامی زنان شاغل ضمانت اجراهای مناسبی برای حمایت از زنان ندارد. از این رو قانونگذار طی سالهای اخیر به دنبال تغییر و اصلاح قوانین بوده، هرچند در این مسیر هم هنوز موفقیتی حاصل نشده است. زنان بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند و اگر از ظرفیت عظیم آنها استفاده نشود، بدون شک در مسیر توسعه و رشد اقتصادی با مشکل مواجه می‌شویم، چرا که از تمامی پتانسیل مردم کشور بهره‌مند نشده ایم. دلیل این مشکلات: آموزش نابرابر در میان دو جنس به کسب دانش، تخصص و مهارت‌های غیر همسطحی انجامد. زنان به دلیل مختصات زیست شناختی و جسمی چون پتانسیل بارداری معمولاً سخت‌تر استخدام می‌شوند و در صورت استخدام دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتری دارند. تقسیم کار جنسیتی و محدودیت آفرینی نقش‌های منتسب به زنان می‌تواند دلیل دیگری برای تفاوت نرخ دستمزد زنان و مردان باشد. از آنجا که زنان به طور تاریخی و سنتی مسئول کار خانگی، تربیت فرزندان یا مراقبت از سالمندان شمرده می شوند، بنابر فشارهای هنجاری جامعه وادار می شوند که برای ساعات مشخص و کوتاه‌تری کار کنند، کمتر دور از محیط خانواده باشند و یا مأموریت‌های کمتری را بپذیرند. خشونت‌های جنسیت محوری است که زنان در محل کار با آن مواجه می شوند.